شما خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت من فریبا شیرازی هستم در این برنامه به درگیری ها میان نظامیان مصری و تروریست های گروه دولت خودخوانده اسلامی در شبه جزیره سینا میپردازیم گزارشی داریم از خروج نیروهای داعش از طلبیز در سوریه به دست نیروهای کرد نگاهی داریم به گفته های تازه احمد علم الهدا امام جمعه مشهد درباره لغو کنسرت ها و واکنش حسین علیزاده به آن و به اسرای بهرام رادان به دلیل حمایتش از قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در آمریکا خواهیم پرداخت با ما همراه باشید هفته گذشته نیروهای گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی به مقر پلیس و ارتش مصر در شبه جزیره سینا حمله کردند. ارتش مصر میگوید که درگیری‌ها میان پیکارجویان دولت اسلامی و نظامیان مصری در این منطقه بیش از 100 کشته بر جای گذاشته است. گروه انصار بیت المقدس که وابسته به القاعده بود اما با داعش بیعت کرده و نام خود را به ولایت سینا تغییر داده مسئولیت حملات را بر عهده گرفته است ارتش مصر اعلام کرده 100 تن از اعضای گروه داعش شاخی سینا را به هلاکت رسانده و 17 تن از نیروهای ارتش از جمله چهار افسر را نیز در این درگیریها از دست داده است به گزارش خبرگزاری رویترز فرماندهی کل نیروهای مسلح مصر در بیانیه‌ای که از تلویزیون این کشور پخش شد گفت نیروهای ارتش مصر افراد گرایان را تا زمانی که تروریسم سیاه از سینا ریشهکن شود ادامه خواهند داد یک مقام امنیتی مصری روز چهارشنبه ده تیر گفت 120 تروریست با استفاده از خودروهای بمبگذاری شده و سلاح سنگین به مراکز امنیتی نیروهای ارتش در شمال سینا حمله کردند به گفتی این مقام امنیتی نیروهای داعش با استفاده از سه خودروی بمبگذاری شده به مرکز افسران مصری در الاریش مرکز امنیتی سطره و ابو حمله کردند گروه ولایت سینا که اخیرا با گروهک تروریستی تکفیری داعش بیعت کرده مسئولیت حملات روز چهارشنبه به نیروهای ارتش مصر در سینا را بر عهده گرفته است در ماه اخیر علاوه بر غیر نظامیان صدها پلیس و سرباز ارتش مصر در حملات تروریستی و عمدتا در سینای شمالی کشته شدند در همین حال شبکه خبری اسکای نیوز نیز گزارش داد بر اساس بیانیه ارتش مصر نیروهای نظامی 20 خودروی مورد استفاده تروریست ها را در شبه جزیره سینا هدف قرار داده و منهدم کردند هواپیماهای جنگنده بمبافکن نیروی هوایی مصر نیز به پایگاه های تروریست ها در شیخ زوید در شمال سینا حمله کردند مقام های امنیتی مصر همچنین اعلام کردند که روز چهارشنبه ده تیر دو انفجار در شهر مرزی رفع با نوار قزه روی داده است بعضی گزارش به نقل از مقام های محلی حاکی است که آمار کشته های ارتش بسیار بالاتر از رقم اعلام شده است شاهدان عینی گزارش دادند پیکار جویان در خیابانهای این شهر جولان میدهند و با نیروهای مسلح درگیر میشوند به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این حملات هماهنگ در صبح روز چهارشنبه و درست یک روز پس از آن اتفاق افتاد که عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر در مراسم تشریح جنازه دادستان کل کشور هشدار داد از این پس با اسلام گرایان با شدت عمل بیشتری برخورد خواهد شد به نظر می رسد دامنه و شدت این حملات نشانه ای از توانایی و برنامه ریزی از پیشتر راهی شده گروه های مسلح که با ارتش و نیروهای پلیس مصر در ناحیه سینا می جنگند. ولی از دو سال پیش و زمانی که حکومت جدید مصر به ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی منابع و نیروی بیشتری به این درگیری ها اختصاص داده دامنه حملات این گروه ها افزایش یافته است به گفته مقامات نظامی دو مورد از شش پست بازرسی که روز چهارشنبه مورد حمله قرار گرفته کاملا نابود شدند تعداد نفرات مستقر در هر یک از این پست های بازرسی به طور متوسط بین 50 تا 60 نفر است گروه وابسته به خلافت اسلامی در بیانیه خود میگوید دو مورد از این پست های بازرسی با بمبگذاران انتحاری سوار بر خودرو مورد حمله قرار گرفتند دو روز پیش هشام برکات دادستان کل مصر بر اثر بمبگذاری در اتومبیلی که در مسیر حرکت خودروی او پارک شده بود به قتل رسید در سار روز جنبش مردمی مصر که به عزل محمد مرسی رئیس جمهوری وابسته به اخوان المسلمین منجر شد اسلامی های مصر با همه توان دست به ترور زدند 17 حمله تروریستی در شهرهای مصر ملت و دولت مصر را برای ریشهکن کردن اسلامی ها مصممتر کرده است. دیروز دولت مصر قانونی را به تصویب رساند که به دستگاه قضایی قدرت بیشتری در محاکمه تروریست ها می دهد. مصری ها همصدا ضمن محکوم کردن اسلامی ها از دولت برخورد شدید و اعدام رهبران اخوان المسلمین را خواستار شدند. یک روز پس از تصرف بخشی از شهر تل از توسط گروه تروریستی داعش، نیروهای کرد جنگجویان این گروه را از این شهر بیرون راندند. این شهر برای دولت اسلامی اهمیت استراتژیک ای دارد. روز چهارشنبه دهم تیر نیروهای مسلح کرد وابسته به یگانهای مدافع خلق موفق شدند بخشی از شهر تل ابیز واقع در استان رقه را از کنترل دولت اسلامی خارج کنند به گزارش دفتر ناظران حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است در درگیری میان دو گروه سه تن از نیروهای کرد و چهار جنگجوی دولت اسلامی کشته شدند تل که در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده دارای اهمیت استراتژیک ویژه‌ای برای دولت اسلامی است زیرا یکی از مسیرهای اصلی ارسال تدارکات این گروه و فروش غیرقانونی نفت خام به شمار می‌رود. علاوه بر این شمار زیادی از تروریست های خارجی که قصد پیوستن به گروه دولت اسلامی را داشتند از طریق این شهر به استان رقه راه یافتند بسیاری از رسانه ها استان رقه را پایتخت دولت اسلامی می نامند. روز سهشنبه نهم تیر گروه دولت اسلامی موفق شده بود منطقه مشعر الفوقانی در تل ابیز را به کنترل خود درآورد این شهر تا روز 25 خرداد در تصرف گروه تروریستی بود اما در این روز نیروهای کرد وابسته به یگانهای مدافع خلق موفق به تصرف کامل شهر شدند کردها همچنین در روز دوم تیر پایگاه تیپ 93 را که در شمال رقه واقع شده از کنترل تروریست های دولت اسلامی خارج کردند نیروهای کرد در عملیات خود از حمایت هوایی اطلاف ضد داعش به رهبری آمریکا و پشتیبانی زمینی گروه های شورشی سوری برخوردارند با تصرف مجدد کامل تل اکنون کردها منطقه ای را کنترل می کنند که 400 کیلومتر مرز مشترک با ترکیه دارد به گزارش رسانه های ترکیه به همین دلیل ارتش این کشور نیروهای خود در مناطق مرزی با سوریه را افزایش داده است روز چهارشنبه روزنامه خبر ترک نوشت ارتش 32 تانک و شمار زیادی اتوبوس حامل سرباز را رو روانه استان کلیس واقع در جنوب ترکیه کرده است. روزنامه جمهوریت نیز از ارسال جنگافزار به منطقه کارکامیس خبر داد. در روزهای گذشته بحث های مبنی بر دخالت نظامی ترکیه در سوریه پخش شده بود اما سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این گفته ها را بیاساس خواند او در این حال تاکید کرد که ترکیه حق دارد از مرزهای خود حفاظت کند اردوغان هفته گذشته گفته بود دولت ترکیه ایجاد یک کشور کرد در خاک سوریه را تحمل نخواهد کرد اما وزرای خارجه ایران و آمریکا در گفتگوهای وین از مذاکرات سخت اما همراه با پیشرفت سخن گفتند. همزمان یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران رفت و با مقامات ایران دیدار و گفتگو کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که برای انجام مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای ایران در وین به سر میبرد گفت این مذاکرات علیرغم مسائلی که همچنان مورد توافق نیست پیشرفتهایی داشته است ما خیلی سخت مشغول کار هستیم و در مقابل مسائل خیلی دشوار قرار دارد با این حال به تاکید کرد پیشرفتهایی کردیم و به همین دلیل است که مذاکرات را ادامه می دهیم. آقای کری همچنین در مقایسه با تغییر در روابط آمریکا و کوبا هم گفت رهبران آمریکا و کوبا معتقدند نباید در گذشته ماند و باید به با آینده چشم دوخت تغییر در روابط با کوبا سیاست شخصی اوباما بود که به تغییر سیاستی ناکارآمد انجامید با نگاه به مذاکرات وین هم میتوان نتیجه گرفت که وضعیت در مورد ایران هم میتواند تغییر کند همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه دهم تیر ماه به خبرنگاران گفت هیچ ضرب العجلی برای مذاکرات تعیین نشده است و ما به کار ادامه می دهیم و پیشرفت خواهیم داشت و از هر فرصتی برای پیشرفت استفاده می کنیم. آقای ظریف همچنین درباره سفر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران گفت ما از مدیر کل آژانس برای سفر به تهران دعوت کردیم در همین حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مونیز وزیر انرژی آمریکا به مذاکرات خود به طور جداگانه ادامه دادند فرانک والتر اشتانمایر وزیر خارجه آلمان نیز اصر روز چهارشنبه برای دومین بار در هفته جاری وارد وین و محل مذاکرات هسته ای شد در تحول دیگر یوکی آمانو مدیر کل آژانس المللی انرژی اتمی در تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار گفتگو کرد آقای آمانو پس از این دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد دیدار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با دبیر شورای عالی امنیت ملی در حالی انجام گرفته است که پیش از این آقای شمخانی گفته بود در صدر فهرستی قرار دارد که باید از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد پرسش و پاسخ قرار گیرد. آژانس بین انرژی اتمی در بیانیه سفر آقای آمانو را در راستای تماسهای پیوسته آژانس با ایران و کشورهای پنج به علاوه یک همزمان با گامهایی برای تدوین توافق توصیف کرده است. در بیانیه آژانس گفته شده است انتظار می رود گفتگوهای آمانو با مقامهای ایرانی در راستای همکاری میان آژانس و جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد و در آن به روش های تسریع در حل و فصل همه مسائل باقیمانده مربوط به برنامه های ایران پرداخته شود. در تحول دیگر ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران گفت موانع انتقال 13 تن طلا به ایران که به خاطر تحریم ها ممکن نبود رفت و تحویل خزانه بانک مرکزی شده است بنابر گزارش خبرگزاری های داخل ایران آقای سیف روز دهم تیرماه تیر ماه گفت طلاها در آفریقای جنوبی به صورت امانی نگهداری میشد و به دلیل شرایط تحریم و برخی کارشکنی ها امکان انتقال به ایران را نداشت آقای سیف گفته است مذاکرات جاری در وین به رفع مشکل برای انتقال این محموله انجامیده و تهران آن را تحویل گرفته است احمد علم الهدا امام جمعه مشهد بار دیگر با مطرب خواندن اهالی موسیقی از حمایت دولت از برگزاری کنسرت های موسیقی ابراز تاسف کرد لغو کنسرت ها در ایران همچنان مورد انتقاد تند برخی هنرمندان و رسانه ها قرار دارد از جمله حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده برجسته تار که گفته است هیچ مسئولی در اندازه ای نیست که بخواهد برای کسانی مثل ما که نیم قرن در مملکت کار کرده مجوز بدهد سید احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در ارتباط با برگزاری کنسرت ها گفته است بنده نه ضد موسیقیدان و نه دشمن هنر و هنرمند هستم من با حرام خدا و براندازی حدود و ارزش های الهی مشکل دارم کنسرتی که در یک جا اجرا می شود و دختر و پسر هنگام برگزاری آن کف می زنند و هورا میکشند و سپس در خیابان به دنبال هرزگی می روند وجود الهی را از بین میبرند. به اعتقاد عضو مجلس خبرگان رهبری مؤمنین از حزب الله و کفار حزب و شیطان هستند این دو جریان مقابل هم آشتی پذیر نیستند پس باید با اینها جنگید و تا زدن گردنشان پیش رفت سید احمد علم الهدا همچنین از حمایت برخی از دولت مردان از اجرای کنسرت های موسیقی هم گله کرده و گفته است حمایت دولتیان از مطرب ها جای تاسف دارد به موازات سخنان تند امام جمعه مشهد درباره برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در کنسرت ها حسین علیزاده در کانادا نسبت به اتفاقات اخیری که در رابطه با موسیقی و لغو کنسرت ها در ایران رخ داده انتقادهای تندی کرده است آقای علیزاده گفته با تمام مشکلاتی که در حوزه موسیقی وجود دارد هیچگاه زانوی غم بغل نمیگیرد و از هیچ مسئولی خواهش نمی کند که به او مجوز بدهد او با وجود همه مشکلات از امیدی حرف میزند که مسبب ادامه کارهایش است و میگوید هیچ مسئولی در اندازه این نیست که بخواهد برای کسانی مثل ما که نیم قرن در مملکت کار کرده مجوز بدهد. سیوسپل نمیگوید اجازه بدهید من باشم. وقتی میگوییم شجریان مثل این است که میگوییم آلی قاپو یا سیوس پول. با همه اینها باید تلاش کرد تا در همین چهار جوب ها حرف ها را بیان کنی. باید فکر کرد چگونه میتوان تداوم داشت. باید به دقت نگاه کنیم و ببینیم چه کسی درست میگوید و چه کسی اشتباه میکند و در نهایت با هدف صلح و دوستی فکر چارجویی باشیم. آقای علیزاده در این سخنرانی به حذف صدای زنان در موسیقی پس از انقلاب اسلامی هم اشاره کرد و گفت در همه این سالها این سوال برای من وجود داشت که چرا یک موزیسین مرد در مورد این مسئله که صدای زن حذف شد اعتراض نکرد برای همین سعی کردم خودم هیچ وقت خودسانسوری نکنم انتقاد بسیاری از اهالی موسیقی از آنجا ناشی می شود که به گفته ی مدیرامل خانه موسیقی بنابر آمار تعداد کنسرت هایی که تنها در یک سال و نیم نخست دولت روحانی لغو شدند رکورد لغو در دوره ی ریاست جمهوری هشت ساله ی محمود احمدی نژاد را هم شکسته است. همزمان حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد گفته مطمئن باشید در آینده شاهد لغو برنامه های هنری نخواهیم بود و به زودی تفاهم نامه با نیروی انتظامی به امضا خواهد رسید. آقای نوشابادی در مورد موضع سران قوه قضاییه و مجریه در مورد لغو کنسرت ها نیز تصریح کرد خوشحالیم که بحث هنر آنقدر مهم بوده که سران قوا به آن ورود پیدا کردند و به طبعات آن عنایت داشتند وزارت ارشاد معتقد است که موضع گیری رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه اظهارات مقابل و معارضی نیست و هر کدام از این بزرگواران از منظری به این موضوع ورود کردند. سخنان آقای نوشابادی در حالی ابراز شده است که روز یک شنبه گذشته صادق لاریجانی در پاسخ به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و در دفاع از اقدام نیروی انتظامی و دادستانها برای لغو کنسرت ها گفت آیا شما قبول می کنید اجازه دهند یک کنسرتی زمینه رقص مشترک جوانان شود؟ آقای روحانی در نشست خبری 23 خرداد ماه گفته بود وقتی دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعیین شده دخالت دیگران در این امور شایسته نیست و همه باید به قانون عمل کنیم و به دنبال اجتهاد شخصی نباشیم پیشتر وزیر فرهنگ و ارشاد ایران گفته بود که دولت به دنبال اصلاح مصوبه است که به نیروی انتظامی اجازه می دهد در برخی موارد مانند کنسرت ها دخالت کند. علی جنتی روز سهشنبه دوم تیر ماه از توافق خود با وزیر کشور برای شفاف شدن وظایف و مسئولیت های وزارت ارشاد و پلیس خبر داده بود تا دیگر مشکلی برای برگزاری کنسرت ها پیش نیاید به گفته ی وزیر ارشاد در دولت حسن روحانی در نشست او با وزیر کشور مقرر شد تا در شیوه ای حدود وظایف و اختیارات دو نهاد وزارت فرهنگ و پلیس در امر برگزاری کنسرت مشخص شود. اما بحث ورود زنان به ورزشگاه ها همچنان محل مناقشه میان فعالان حقوق زنان و تندروهاست در تازه ترین شندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران گفته دولت به احترام مراجع تقلید موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها را پیگیری نکرده است. خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه ده تیر ماه گفتگویی با شهین دخت ملاوردی درباره حضور زنان در ورزشگاه ها منتشر کرد که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این گفتگو گفته است او پیگیری این مسئله را در اولویت مطالبات زنان و دختران نمی داند. اما بحث حضور زنان در ورزشگاه ها بخشی از مطالبات زنان ایران است. خانم ملاوردی میگوید در شرایطی که جامعه ما دچار افسردگی شده و نیاز به نشاط و شادابی دارد پایین آمدن سن اعتیاد به 13 سال و روی آوردن دختران جوان به مواد روانگردان برای ایجاد هیجان کاذب جای تاسف دارد در همین راستاست که ما این برنامه ها را برای ایجاد شور و هیجان و نشاط در زنان و دختران کشورمان لازم دانسته و ضروری تشخیص می دهیم. معاون رئیس جمهور خواستار آن است که با یک چارچوب معین و زیرساخت های لازم ضمن سالمسازی فضا و محیط زنان و دخترانمان بتوانند تنها برای تماشای بازی والیبال و نه همه ورزش ها در ورزشگاه حضور داشته باشند به گفته ملاوردی پس از بررسی های لازم در مورد حضور زنان در ورزشگاه ها صورت جلسه حضور زنان و خانواده ها با چارچوب های لازم نوشته شد و به امضا رسیده بود و علا رقم این اینکه قرار بود برای اجرا و عملیاتی شدن ابلاغ شود دیگر این کار صورت نگرفت معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور تاکید کرده است وقتی مخالفان از مراجع اوزام هزینه کردند به خاطر احترامی که دولت برای مراجع قائل است و رأی مراجع را محترم می شمارد تشخیص داده شد که این تمهیدات رعایت شود شاهین ملاوردی در پاسخ به این پرسش که آیا باز هم احتمال طرح دوباره این مسئله حتی در مورد ورزش هایی با حساسیت کمتر وجود دارد گفته است این در برنامه ماست و کارشناسان در حال بررسی این احتمال هستند حتما در بررسی ها چگونگی حضور زنان در ورزشگاه ها نیز در نظر گرفته خواهد شد پس از اعلام اینکه دولت قصد دارد ورود زنان به سالن‌های والیبال، هندبال، بسکتبال، تنیس و چند رشته دیگر ورزشی را آزاد کند، موجی از اعتراضات انصار حزب الله و بخشی از اصولگرایان که خود را دلواپسان می‌نامند، به راه افتاد. یکی از گروه های مخالف در اطلاعیه‌ای که پس از یک تجمع اعتراضی در تهران پخش شد این اقدام دولت را در راستای شکاف دولت ملت خلاف قانون بی به احکام شرعی و فتفای مراجع خوانده و خواستار برکناری فوری و محاکمه مسئولان از جمله ملاوردی شده بود آیتالله محمد علی علوی گرگانی از مراجع تقلید و از مخالفان ورود زنان به ورزشگاه نیز گفته بود آیا مردم ایران انقلاب کردند تا بانوان در ورزشگاه ها حضور داشته باشند؟ دولت کویت در جلسه ویژه شورای وزیران و در پی نشستی با نمایندگان پارلمان روز دوشنبه هشتم تیر ماه طرح قوانین جدید برای افزایش اختیارات و قدرت اجرایی های امنیتی این کشور را بررسی و تصویب کرد روز جمعه پنجم تیر ماه یک عامل انتحاری مسجد امام صادق در منطقه سوابر کویت را مورد هجوم قرار داد که شماری از شهروندان این کشور از جمله سه ایرانی کشته شدند. دولت کویت در جلسه ویژه شورای وزیران و در پی نشستی با نمایندگان پارلمان روز دوشنبه هشتم تیر ماه طرح قوانین جدید برای افزایش اختیارات و قدرت اجرایی سازمانهای امنیتی این کشور را بررسی و تصویب کرد به موجب این قوانین دست پلیس برای برخورد با تروریستها و بنیادگرایان بازتر خواهد شد به علت فضای نسبتا آزاد کویت مجموعه های مذهبی پیرو ولایت که از کمکها و حمایت های رژیم ایران برخوردارند و سلفی های سنی در سالهای اخیر توانستند فعالیت های خود را در کویت گسترش دهند و از آزادی مذهبی برای جمع آوری پول و رساندن آن به عراق و سوریه بهره ببرند طبق قانون جدیدی که در حال بررسی است سازمان های امنیتی برای اجرای برخی مقررات نیازی به موافقت پارلمان ندارند روز جمعه یک عامل انتحاری مسجد امام صادق در منطقه سوابر در کویت را در زمان برگزاری نماز جمعه مورد هجوم قرار داد که در اثر این حمله تروریستی 28 نفر از نمازگزاران از جمله سه ایرانی کشته و حدود 200 تن از آنها مجروح شدند این مسجد زیر نظر آیت الله احقاقی حائری اسکویی داره میشد که شیخ گروه اخباری های شیعه است و به جمهوری اسلامی ایران وابستگی ندارد گروه داعش با صدور بیانیه‌ای در سایت های اینترنتی وابسته به خود مسئولیت حمله به مسجد امام صادق کویت را بر عهده گرفت وزارت کشور کویت روز یکشنبه هفتم تیر ماه اعلام کرد عامل حمله انتحاری روز جمعه به مسجد امام صادق در این کشور یک شهروند سعودی است و در بیانیه اش کرد فهد سلیمان عبدالمحسن القبا عامل اصلی انفجار مسجد منطقه سوابر چند ساعت قبل از حمله با پروازی از راه بحرین وارد فرودگاه کویت شده بود این در حالی است که در میان قربانیان حادثه نیز یک شهروند سعودی به چشم میخورد شهروند سعودی که در انفجار این مسجد کشته شد شیخ جعفر بن محمد بن رضا از صفار نام دارد و از استان قطیف است محمد فرزند شیخ جعفر در تماس با روزنامه الشرق ضمن تایید خبر مرگ پدرش گفته است او به همراه خانوادهش بلا فاصله برای شرکت در مراسم خاکسپاری به کشور کویت رفتند وزارت کشور کویت پیشتر اعلام کرده بود که پلیس شماری از افراد مزنون به دست داشتن در این بمبگذاری را بازداشت کرده است پلیس کویت میگوید راننده خودرویی که به بمبگذار انتحاری را به مسجد امام صادق منتقل کرد نیز دستگیر شده است به گفته پلیس این فرد به شکل غیرقانونی در کویت اقامت داشته است خبرگزاری ایرنا در گزارشی به نقل از سفیر ایران در کویت گزارش داد سید عبدالحمید موحدی اهل شهرستان لار در استان فارس و محمد مطرودی از شادگان و محمد رضا فاضلزاده از بروجت ایرانیان کشته شده در این حمله تروریستی هستند. علی اصغر میرشکاری معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان میگوید در سه ماهی نخست سال 94 امنیت این استان در بهترین شرایط قرار داشته است. استان سیستان و بلوچستان محرومترین استان کشور است که همواره با ناامنی و خشونت مواجه است. علی اصغر میرشکاری معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان میگوید در سه ماهه نخست سال 94 امنیت این استان در بهترین شرایط قرار داشته است آقای میرشکاری با اشاره به دستگیری هشام عزیزی با اسم مستعار ابو حفظ البلوشی رهبر گروه انصار الفرقان توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفته است امسال توفیقات بسیار خوبی در مباحث امنیتی در سیستان و بلوچستان بلوچستان کسب شده است معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گروه انصار الفرقان را مسئول ترور راهبندی و ایجاد رعب و وحشت در سیستان و بلوچستان دانست و گفت با انهدام این گروه مقادیر زیادی سلاح مهمات و مواد منفجره کشف و ضبط شده است او تصریح کرد سال گذشته امنیت استان در بهترین شرایط قرار داشته و امسال نیز وضعیت امنیتی منطقه مطلوب و مثبت ارزیابی می شود. این مصاحبه یک روز پس از آن منتشر شد که فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشته شدن یک مرزبان هنگ مرزی سرابان در درگیری با قاچاقچیان مسلح خبر داد. سرتیب روحان بخش حبیبی اعلام کرد که این هنگ مرزی از قصد یک باند قاچاق مواد مخدر برای انتقال محموله به داخل کشور آگاه شده و آنها را محاصره کرده بودند که آنها بدون توجه به هشدارهای پلیس به سمت معموران تیراندازی کردند. به گفته فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در این حادثه سطفان دوم اسحاق سیاسر مقدم کشته شده است. فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان تاکید کرده ایران اعتراض شدید خود را به پاکستان به دلیل عدم نظارت و کنترل مرزها و همچنین کمرنگ بودن مقابل با فعالیت گروهک ها و قاچاقچیان مسلح به این کشور اعلام کرده است. تاکید معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان بر وضعیت مطلوب امنیتی این بخش از ایران در سال جاری نیز در حالی است که از اول فروردین ماه سال 94 تا کنون درگیری های مسلحانه مختلفی در این استان رخ داده است از فروردین ماه تا کنون هشت مرزبان ایرانی در منطقه پیشین و با حوکلات سیستان و بلوچستان در جریان حمله افراد مسلح کشته شدند دو مامور مخابراتی سپاه پاسداران نیز در شهرستان مهرستان ترور شدند و تعقیب یک خودروی حامل سوخت قاچاق در ایران شهر توسط ماموران امنیتی و واژگون شدن این خودرو و مرگ راننده آن نیز موجب نارامی هایی در این شهر شد اما هفته گذشته بهرام رادان در توییتر خود از قانونی شدن حق ازدواج همجنسگرایان در سراسر آمریکا استقبال کرد و آن را اتفاقی تاریخی خواند این توییت با واکنش تند رسانه های اصولگرا از جمله روزنامه کیهان مواجه شد که خواهان ممنوعیت کار رادان شد یک روز بعد از آنکه دیوان عالی آمریکا طی حکمی ازدواج همجنسگرایان را در همه ایالت این کشور قانونی کرد بهرام رادان هنرپیشه معروف ایرانی توییتی کرد که جنجال آفرین شد بهرام رادان در صفحه توییتر خود نوشت رأی دیروز دیوان عالی آمریکا در قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان اتفاقی تاریخی بود شاید به اندازه لغو قانون بردهداری از لینکن تا اوباما کاربران فارسی زبان بلا فاصله شروع به ری کردن توییت رادان یا به اشتراک گذاشتن این توییت کردند. بعضیها از این توییت او استقبال کردند هده هم از این اظهار نظر رادان انتقاد کرده یا او را مورد فحاشی قرار دادند. بیشتر کاربران اما حیرت زده و متعجب بودند که هنرپیشه که در داخل ایران ساکن است و کار می جرأت کرده و علنی از حق ازدواج همجنسگرایان استقبال کرده است. تعجب و حیرت کاربران فارسی زبان بیدلیل نبود هنوز چند ساعتی نگذشته بود که واکنش های تند رسانه های اصولگرا شروع شد جنجال توییت بهرام رادان با واکنش روزنامه تندروی کیهان جدی شد این روزنامه در شماره روز چهارشنبه دهم تیرماه خود خواستار ممنوعیت کار رادان و برخورد غذایی با این هنرپیشه سینما شد کیهان نوشت این بازیگر طبعی کانادا به استقبال از قانونی شدن ازدواج همجنس بازان آمریکا رفته است. او نه تنها این اتفاق را تاریخی می داند که معتقد است این امر شکست شدن تابو است. بهرام رادان که تنها چند ساعت بعد از انتشار این توییت جنجال برانگیز خود را حذف کرد یادداشتی برای خبر آنلاین نوشت و در صدد توضیح توییت خود برآمد. آقای رادان در این یادداشت مدعی شد به دلیل اینکه به دنبال کردن اخبار سیاسی و فرهنگی آمریکا علاقمند است صرفا این رأی دیوان عالی آمریکا با توجه به مذهبی بودن اکثریت جامعه آمریکا برای او جالب بوده است این هنرپیشه سینما در یادداشت خود نوشت اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دموکرات ها همزمان با آخرین دور مذاکرات هسته ای با ایران و یک سال و نیم باقی مانده به انتخابات این کشور باید دلایل سیاسی ویژه داشته باشد که منجر به تصویب ناگهانی چنین قانونی شده است. آقای رادان رسانه ها را متهم کرد که با انتخاب تیتر بد دست به بزرگ نمایی زدند و آب آسیا به دشمن ریختند. او در یادداشت خود تاکید کرد که از این رأی دیوان عالی آمریکا هیچ حمایتی نمی کند و نوشت پروازه است که چنین رفتارهایی در قانون شر و عرف ما محکوم است. با اینا روزنامه تندروی کیهان از یادداشت بهرام رادان قانع نشد. کیهان از رادان انتقاد کرد که نه تنها حاضر به عذرخواهی بابت توییت خود نشده بلکه رسانه ها را متهم می که درباره یادداشت او قلف کردند سایت تابناک اما امروز خبر داد آقای رادان پس از آن در نامه به روزنامه کیهان از حمایتش از قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان رسما عذرخواهی کرد برنامه این هفته همینجا به پایان میرسد سپاسگزارم که با ما همراه بودید آدرس وبسایت و صفحه فیسبوک ما رو, رو روی صفحه تلویزیون میتونید ببینید با این آدرس با ما در تماس باشید و نظرات پیشنهادات و نقدهای خود را برای ما بنویسید شب و روز شما خوش